بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من تحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. دومین جلسه رو روی آیه مبارکه یکم از سوره شریفه حجر میگذرانیم. دیروز روی همین آیه یک جلسه گذاشتیم. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. همچون که اشاره شد، وقتی که کتاب بدون ال باشه، کتاب فقط باشه، در قرآن کریم مقصود همه کتب آسمانی است، همه کتبی که بر انبیا نازل شده و یکی از سبب برتریشون بر دیگران همینه که کتاب برشون نازل شده. و همین آیه امامت دروغین امام تراشان مدعی تشیع را رد میکنه. برای امام ها کتابی نازل نشده، هیچ که ندیده، دروغی بیش نیست، خودشون همچین ادعایی نکردن، بعدها خروارها دروغ اسمشون ساختن، به اونا مربوط نمیشه. لیکن خداوند جل جلاله آفریدگار آفریده رو آفریده، مخلوقات رو آفریده و براشون کتاب فرستاده، ایجادشون کرده، راه رو بهشون نشون داده، منهج رو بهشون نشون داده، روش رو بهشون نشون داده. ورزه کلمه کتاب در قرآن یعنی همه کتب آسمانی. تلک آیات الکتاب، آیات، آیات جمع آیه، نشانی. آیه عبارت از دلیل، از علامت، از نشانی. مثلا میوه که زرد شد علامت چیه؟ علامت اینه که رسیده. وقتی نمونه مشخصی از ابرها در آسمان باشه علامت بارانه. یعنی اینکه خداوند جل جلاله و منواله بر هر چیزی یک علامت گذاشته. خداوند فرمود علامات و به نجم هم یهتدون، علامت هایی و با ستارها اونا راه ها رو پیدا میکنن. بلوغ انسان علامتی داره، رسیدن میوه علامتی داره، نزدیک شدن فصل ها علامتی داره، نزدیک شدن زمستان، نزدیک شدن بهار، تابستان. همچنان که عرض شد رسیدن میوه ها علامتی داره، هر چیزی یک نشانی داره. خب دلالت و نشانی دال بر خداوند سبحانه و تعالی چیه؟ وقتی خودش همه چیز با علامت خلق کرده، علامت خودش چیه؟ آیاتی رو که دلالت بر خداوند میفرماید سه نوعه. یکی آیات این هستی است، کائناته و این خلقت، این مخلوقات دلیل بر اسماء حسنای خداونده. این قلبی که در سینت هست، در هر تپشی 70 سانتی متر مکعب خون میتپه ازش. اینو ضرب داره، این 70 رو ضرب داره 60 کن تا بدونی که برای که دقیقه 60 ثانیه، تا بدونی که در هر دقیقه چقدر میشه. اینو دوباره ضرب در 60 کن تا بدونی که در هر ساعت چقدر خون از قلب بیرون میاد. اینو دوباره ضرب در هر 24 بکن و چه عدد هائلی میشه. حجم خونی را که همین قلب در طول عمر انسان میاره بیرون رقم غیر قابل تصوریه. این یک دستگاه خداوند در قلب من، در سینه من شما گذاشته و هیچی از تپش باز نمیسته تا آخرین لحظه. پس قلب نشانی از نشانهای خداونده. زبان یک نشانیه. میدونی هر حرفی را که شما نطق میکنید 17 عضله در نطق این حرف دلالت داره. کلمه ای که متشکل از 5 حرف باشه، الان شما ببین که چند عضله روش کار میکنه. درسی رو که در خلال یک ساعت شما میشنید یا نیم ساعت، چقدر از عضلات بدن به انواع مختلف در به سخن آوردن اینها کار میکنند که مردم این حرفا رو بشنوند. مقصود که آیات دال بر خداوند سه نوعه. یکی آیات کونیه، در این کائنات هست. هر چیزی که در گردبرته دلالت بر عظمت خداوند میکنه. هر طرف که نگاه کنید، هر جا که توجه کنید، به آسمان، به زمین، به کوه، به دریا، به مرغ ها، به ماهی ها، به هوا، به آب مثلا، همچنان که اهل دانشمندان میگن فشار رو قبول نمیکنه و بسیاری وظایف قام انجام میده خودش. اگر آبو تا درجه 4 سرد کنی حجمش اضافه میشه. حجم آب متوقف میشه. ازدیاد حجم آب در این درجه، در درجه 4 درجه سانتیگراد، خودش دلیله، خودش آیه است بر عظمت خداوند. پس تلک آیات، اینها آیاتی است. آیات دوباره عرض میکنم بر سه نوعه. یک آیات و نشانی هایی که در این هستی خداوند، در این هستی پهناور منتشر کرده. کاسه آبی که میخورید، نوشجان میکنید، یک آیه بزرگه. تکنانی که میخورید، بذرهایی که میکارید، نباتی که میاد بیرون، همه اینها آیات خداوند در این کائناتن. آبی رو که در آب انبار میذارید، جویها آیه های خداوند در این کائناتن. چشمه ها، مؤمن راستین این آیات رو که میشنوه به سرعت ازش رد نمیشه، روش توقف میکنه، روش تأمل میکنه، آیات رو میشناسه و از این آیات این استنباط به این استنباط میرسه که همه اینها یک خالق بزرگی دارن. بعضی از مردم مثل بقیه حیوانات میخورند و با این آیات مثل هم بقیه حیوانات که مکلف نیستن برخورد میکنند. همه غمشون اینه که بخورند و بنوشند و بخوابند و از این دنیا برند. و لذا هر برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، همچون که لبید ابن ربیعه میگه. مقصود که این موضوع بزرگیه. خلاصش اینه که مؤمن مسلمان باید روی آیات تأمل کنه، با چشمش، با گوشش، با همه سلولهای بدنش. قرنیه چشم، تغذیهش روش عجیبی داره به وسیله محلول هایی که از اولین خلیه ها به اصطلاح گرفته میشه، غذاشون میگیره و منتقل میکنه از سلول ها تا اینکه دید صاف باشه. میدونی که در چشم، در شبکه چشم 130 میلیون مخروط وجود داره و شخصی که این مخروط ها رو شمرده در سال 1967 میلادی جایزه نوبل گرفته. 130 میلیون مخروط و 7 میلیون به اصطلاح عصای کوچک برای که تأثیرات نوری رو بتونه ببینه، اونها رو به دماغ منتقل کنه تا اینو به تصویر بیاد. چشم به هر حال آیه است. عصب بصری عبارت از 400,000 عصبه، این همش آیه. گوش، شنوایی یک آیه، بویایی یک آیه، لمس یک آیه، قلب یک آیه، دستگاه گوارش یک آیه، دستگاه تنفس یک آیه، دستگاه گردش خون یک آیه، دستگاه تصفیه خون همچنین، آلاتهای تناسلی انسان و هکذا، عضلات انسان، استخوان‌های انسان. یه پزشکی میگفت که استخوان‌های جمجمه به طرف داخل کشیده شده و اگر اونا رو مثلا در سطح جمجمه بخوام بکشیم، اونقدر متداخله که نیاز به 40 کیلوگرم قدرت داریم. لیکن به شکلی مفصل‌های متداخله که نیاز به قدرت عجیبی داره. ولذا وقتی که مغز میخوان جراحی کنن، اونو میبرن، استخوانو میبرن و در وقت ولادت اینا متداخل خلق میشه. علتش یک اینطوریه، برای اینکه صدماتی رو که بر سر میاد اینها رو خنثی بکنه. ولذا بچه وقتی که رو زمین میفته، صدای ضربه رو که به سرش میاد میشنوه، لیکن چرا نمیشکنه؟ همین استخوان‌ها محکمش نگه میداره. فارق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. خداوندی است که صبح میشکافه، شب و وقت آرامش و سکون قرار میده ما هو خورشید رو بر حسب حساب کتاب دقیق قرار داده. این از تقدیر خداوند عزیز و آگاه. ولذا دانشمندان سالها روی این آیه بنشینند هنوز تمام نمی‌کنند. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. از روح ازت سوال میکنن، بگوید من امر پروردگاره، شما نمیتونی بشناسیدش. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جز اندکی از علم شما داده نشده. که خداوند الله لا اله الا هو، خداوند یکتایی است، معبودی است، مشکل گشایی است که جز او کسی نیست، یعنی غیر از خدا کسی مشکل گشا نیست. هر چی بری سر این قبرها جز اینکه آخرتتون رو خراب کردی هیچ سودی نبردی. الحی القیوم، او خدایی است که زنده و سرپرسته، فرمانده هستی است. پس اماما چه کاران؟ هیچ کاره. همه بشر هیچ کاره، امام و غیر امام، همه کار خداونده. لا تأخذه سنة ولا نوم، هیچ خواب و خواب‌آلودگی هم سراغش نمیره. له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در میان آسمان ها و زمین هست از آن اوست. یعنی پس امام زمان چکاره؟ چرندی بیش نیست، چرتی بیش نیست، امام کوران و کرانه، تراشیدنش برای سوار شدن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که والله چه تحدی، کیست که پیش او شفاعت کنه مگر به اذن خودش. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، همه اون چرا در گذشته و آیندهشون میدونه. ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ چیز علمشون نمیدونه مگر اینکه خودش بخواد. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسیش بر به وسط آسمان ها و زمینه. ولا یعوده حفظهما، و حفظ آسمان ها و زمین او رو خسته نمیکنه. و هو العلی العظیم، او برتر و بزرگتره. بلس همه این آیات نیاز به تفکر داره. شما نگاه کنیم غضروف بینی بچه رو، اول سخته، سفته، یواش یواش اندک اندک نرمتر میشه. این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، همانا در خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز آیه هاییست، نشانی هاییست بر خردمندان. اونا کیان؟ اونا کسانی که شب روز اجعش میگن، هیس هیس میگن، نه، اینا اولوالالباب نیستن، اینا بیخردن. خردمندان کسانند که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یاد خدا میکنند چه ایستاده، چه نشسته، چه در پهلوشون خوابیده. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و در خلقت آسمان ها و زمین تفکر میکنند. بعد میگند که ای خدایا اینها را باطل نیافریدی، تو منزهی، تو ما را از عذاب آتش نجات بده. موحد مؤمن اینو میگه. مشرک امام تراش، امام پرست و قبر پرست، همه اینها رو به مخلوقات نسبت میده. اما مؤمنان اهل فکرند، اهل تأملند، در آفرینش آسمان ها و زمین مطالعه میکنند، فکر میکنند. این کاسه آبی که نوشیان میکنید، همین کاسه آب شور دریا بوده، الان آب شیرینه که داره نوشیانش میکنید. قدرت کیست که اینجوری کرده؟ آب دریا رو میتونه بخوری؟ پس این قسم اول از آیاته، یعنی آیات این کائنات. و آیاتی ما داریم، آیات طبیعی، آیاتی که در کائناته، آیاتی داریم برای آیات قرآنیه. و فضل سخن خداوند بر سخنان بندگان مثل فضل خود خداوند بر بندگانه. آیا خداوند با بندگان قابل مقایسه؟ و هاکذا سخنش با سخن دیگران قابل مقایسه نیست. کسی که عمرش رو در راه مطالعه سخن خدا و احکام خدا بگذرانه، ادلهش رو بشناسه، قواعد ثابتش رو بشناسه، چون شخصی از خوشبختانه. آیات قرآن مثل این آیات هستی دلالت بر عظمت خداوند سبحانه و تعالی میکنه. حتی بعضی از اهل میگویند که قرآن این کائنات ناطقه که سخن میگه، گویا که طبیعت سخن میگه، و این طبیعت، این کائنات، قرآن صامت، ساکته. و بعضی از اهل علم میگند که خداوند دو کتاب داره، مخلوق این کائنات یک کتابه، کتاب صامت، و قرآن کتاب ناطق. و حوادثی که رخ میده خودش هم دلالت بر عظمت خداوند میکنه. این آیه ۹ سومه، حوادث، وقایع. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین. در زمین بگردید، جستجو کنید، کاوش کنید، ببینید که سرانجام تکذیب کنندگان چه شد. شما زندگی یک مؤمن موحد رو بررسی کن، زندگی خصوصی شو، زندگی عمومی شو، زندگی روحی شو، زندگی اجتماعی شو، روابط شو با مردم، میبینید که انسان خوشبختیه. یک انسان منحرف و معصیتکار و بدبخت و مطالعه کن، میبینی که جهنم غیر قابل طاقت فرساست. خداوند این حوادث رو در دنیا رخ به وجود میاره تا به اصطلاح قرآن سوم باشه، قرآنی که پیاده شده. هر آیه‌ای در قرآن کریم شبیهش رو در این کائنات میبینی که درش دلالت میکنه، در این زندگی. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. اوست که تنها معبود راستین در آسمان و در زمینه، و اوست با حکمت و آگاه. این یک آیه قرآنیه. انسان اگه زندگی جامعه رو نگاه کنه میبینه که خداوند انسان ها رو محاسبه میکنه، در میانشون اهل حق و پاداش میده، کسی که عمل کردش بده مؤاخذش میکنه. حتی در همین دنیا کسی که مالش حرامه، نه همه رو، بعضی رو برای درس عبرت گرفتن، کسی که مالش حرامه او ما رو تلف میکنه، کسی که مالش حلاله مالش برکت میده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماد که من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه. کسی که از کسی دیگه قرض میگیره و میخواد اون قرض رو ادا بکنه، خداوند براش میسر میکنه. و کسی که میخواد از دیگران قرض میگیره و نمیخواد بده، خداوند اون مالو تلف میکنه. این آیه، پس آیه علامته. سیب سبز رنگه، وقتی که زرد شد معنیش اینه که داره میرسه. این زرد رنگیش علامت رسیدنشه. و هکذا آیاتی داریم دلالت بر عظمت خداوند میکنه. خداوند این کائنات رو گذاشته، این کهکشان ها، مجموعه شمسی، خورشید، مهتاب، ستاره، زمین، اینا یک نوع آیاته. قرآن سخنان خداوند، یک نوع آیاته. افعال خداوند در زمین، عمل کردش با مردم یا با جامعه، یک نوع آیات دیگه. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. مبین به معنی ابانا، یعنی واضح. پس این حرف خمینی ملعون رو قرآن تکذیبش میکنه، قابل فهم نیست. قرآن قابل فهمه، آیه های روشن و واضحه. آیه‌هاش. ارباط بن ساریه میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما موعظه کرد که چشمها ازش اشک جاری میشد، دلها میتپید. گفتیم که ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، گویا که این موعظه کسی است که داره ودا میکنه، ما رو به چی وصیت میکنید؟ فرمود که من شما رو در راهی گذاشتم سفید و روشن که شبش مثل روز روشنه، لا یزیغ عنها بعدی الا هالک، جز کسی که خودش گمراه بشه از این راه کسی دست بر نمیداره. الحلال بین و الحرام بین، حلال واضحه، حرام واضحه، در میانشون اموری مشتبه هست که بسیاری از مردم اونو نمیدونن. هر کسی این شبهات دوری کنه دین و ارز خودش حفظ کرده. هر کسی در این شبهات بیفته مثل چوپانی است که در گرد یک منطقه ممنوعه میچرخه که نزدیکه که بیفته در اونجا. الا و ان لکل ملک حما، همانا هر پادشاهی حد و مرزی داره. حد و مرز خداوند در زمین امر و نهشه، محارمشه. الا و ان فی الجسد مضغه، همانا در جسد انسان یک تکه گوشت هست، اگر این صالح بشه همه جسد صالح میشه و اگر این فاسد بشه همه بدن فاسد میشه. الا و هی القلب، همانا این تکه گوشت همون قلبه. حلال واضحه، حرام واضحه، شرع خداوند واضحه، اون چرا که خداوند دستور داده واضحه، اون چرا که نهی کرده واضحه، قرآن کتاب واضحه. ولذا وقتی خداوند میفرمود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یا آیه واضحه. هر که به اندازه یک ذره خیر انجام بده اونو خواهد دید، بعد همین اندازه انجام بده خواهد دید نتیجه شو. یکی از اعراب بادیه نشین از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کرد که ای رسول خدا منو نصیحت کن ولی مختصر. پیامبر همین آیه رو خوند براش، گفت کفیت، خلاص برای من کافیه این. پس هر کدوم از این آیه ها کافیه. آیه دیگه فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقی، کسی که از هدایت من پیروی کنه، از کتاب من، نه از امام من، نه از رساله های عملیه که دجالان نوشتن. کسی که از کتاب هدایت من پیروی کنه نه گمراه میشه نه به شقاوت میرسه. یعنی چی؟ یعنی این خداونده که ضمانت کرده بر مؤمن که اگر از هدایت من پیروی کنید گمراه نمیشید و به شقاوت نمیرسید. خالق این هستی ضامنته که عقل تو گمراه نمیکنه، نفس تو به شقاوت نمیرسونه. کیست از من شما که اینو نخواهیم؟ و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. انشاءالله که روز بعد اگه خدا عمری بده آیه دوم شروع میکنیم.